العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله. الحجة بن الحسن فداه أرواح العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن من آذى نبيك فيها. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا نتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يكي از محورهاي بحث خطبه فدکیه معارف محور این خطبه مبارک است. یعنی در این خطبه معارف زیادی گنجانده شده، به صورتی که اگر کسی این خطبه رو حتی یک بار بخونه ملتفت این مطلب میشه که چقدر معارف در این خطبه بیان شده. از حمد و ستایش خداوند متعال تا شکر او تا بیان نعمت معرفت تا آخره که مطالب زیادی معارفی و چه بسا مطالب ناب معارفی در این خطبه بیان شده. اساسا حضرات معصومین علیهم السلام یک هدف بالاتری داشتن در همه زندگیشون، یعنی مهمترین راهبرد و استراتژی که داشتن اهل بیت بحث رضایت خدا بود، بحث ارتباط با خدا بود. و این که احیانا میان صحبت میکنن در خطبه های سیاسیشون یا در خطبه های اجتماعیشون یا در خطبه های اخلاقیشون اول صحبت از خداشناسی و حمد و ستایش و ثنای بر خدا میکنن، این یک چیزی مثل دیباچه کتابها نیست، تبرکی نیست، واقعا این هدف بالای اهل بیت، یعنی بالاترین هدف. به عنوان مثال و نمونه میشه به چند جا اشاره کرد. یک، در جنگ صفین بود که یک نفری ایستاد و عرض کرد یا امیرالمومنین اتقول ان الله واحد، و میگی که خدا یکیه؟ حضرت فرمودن بله. بعد عده‌ای از اصحاب حضرت آمدن و گفتن بشین بابا، مگر نمیبینی ما فی امیرالمومنین من تقسم القلب، نمیبینی دلش تکه تکه شده، از که در برهه سخته جنگ صفین هم ایستاد و صحبت کرد. حضرت فرمون دعوه، رهاش کنین، آنچه را که این میخواهد ما از این قوم میخواهیم. بحث وحدانیت خداست. اونجاست جواب دادن که بگی خدا واحده بر چهار صورت ممکنه تصور بشه. یک، دو صورتش باطل، دو صورتش صحیحه. واحده یعنی بخوای بگی که واحد من الاعداد، که واحدی که ثانی داره، که این باطله. و یکی از معانی صحیح احدی المعناس، یعنی واقعا واحده، به معنای این که یرا بعین ما یسمع، یسمع بعین ما یرا، احدی المعناس. خلاصتا این نشان میده که اصل توحید بوده، اصل خداشناسی بوده. یه جا هم داره که از شبیه این روایت از امیر مؤمنین هم نقل شده که آمد خدمت حضرت سید الشهدا و عرضه داشت یا ابن رسول الله قوله تعالی هادان خصمان اختصموا فی ربهم. دو گروه بودن که متخاصم بودن و خصومتشون پیرامون خدا بوده. حضرت فرمود نحن و بنو امیه، ما و بنو امیه هستم. قلنا صدق الله و قالوا کذب الله، ما گفتیم خدا راست گفت، اونا گفتن خدا دروغ گفت، جلت ساحت قدس الله. که همین عبارات از حضرت امیرم نقل شده و چه بسا تکرر واقعه شده، که اینم نشون میده که اساسا کل جنگ ها، صلح ها،
و کل قدم های حضرات معصومین بر پایه و اساس معرفت خدا بوده و بر پایه و اساس خداوند متعال بوده، و این نشون میده که اهل بیت چقدر این هدف راهبردی رو بهش اهمیت میدن که تمام اهداف دیگه فدای این هدف واحد میشدن. یعنی اگر چنانچه در این راستا بودن دنبالش میرفتن، اگر نبودن قبولش نمیکردن. مثلا حضرت امیر فرمودند که و ان دنیاکم هذه ازهد عندي من عفطت عنز الا ان اقیم حقا و ادحض باطلا، که باز برمیگرده به حق و خدا و دین و حقیقت. و الان حضرت زهرا علیه السلام، بعد از این مقدمه، حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه مبارکه بد و ورود که همه آمدن بشنون خب چی میخواد بگه دختر پیغمبر که هیچ وقت الان خطبه ای نخونده، هیچ وقت در جمع نیمده به این گونه، اول شروع میکنه به توحید و ستایش خدا، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من سبوغ نعم استاها و تمام منن و بلاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الادراک ابدها و تفاوته مثلا عن الادراک ابدها تا آخر، که شروع میکنن به ستایش خدا و معرفت خدا و شکر خدا که خودش رو به ما معرفی کرده. بعد کم کم صحبت میکنم پیرامون مسائل دقیقه علم خدا، علما من الله به ما ال الامور، صحبت میکنم پیرامون قدرت خدا، اظهارا لقدرته، صحبت میکنم نسبت به غایت خلق، تعبدا لبریته. همین گونه میان معارف صحبت میکنن. آقا دعواس اینجا، یک کسی اومده غصب خلافت کرده، یک کسی اومده غصب فدک کرده، یک کسی داره این ترن اسلام رو از ریل در میاره. توجه فرمودید؟ وقت شما میان پیرامون مسائلی که مثلا فرض کن تو دانشگاه باید صحبت کن، تو مسجد باید صحبتش بشه، میان اینجاها صحبت می خود. چرا؟ چون که این راه برد اهل بیت بوده، هدف بالای اهل بیت علیهم السلام بوده، و لذا پیرامون این مسئله صحبت میکنه و مفصل. و مثلا به یک جایی میرسن که انی قلت ما قلت و انی اعلم بالغدرة التي خامرتكم، خمیرمایه غدر در شما میبینم، با این حال من این صحبت رو کردم، با اینکه میدونم شاید شما متأثر نشید، اما بعدش میگن خب فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه واله، شاهدم رسول الله، خدام حاكمه، هنالك يخسر المبطلون، تو روز قیامت اونایی که دنبال ابطال حق بودن و احقاق باطل بودن اونجا میفهمن که چه کار اشتباهی کردن. خب ببینید، یک دنیا پرست هیچگاه صحبت آخرت نمیکنه، یه خداشناس آخرت محور پیرامونه اون نهایت خلق رو میاد صحبت میکنه، یعنی میاد پیرامون نهایت خلق صحبت میکنه و حضران این مسئله رو میگن، هنالک یخسر المبطلون، اونجاست که دیگه میفهمن چه اشتباهی کردن، ولی به درد نمیخوره ندامت. در اون لحظات ندامت هیچ ارزشی نه علما نه عملا دارد در روز قیامت. تمام شد، حساب ولا عمل، مثل که اینجا عمل ولا حساب. خب این چه چیزی رو به ما میرسونه که واقعا حضرت زهرا علیه السلام شالوده رسول الله، یعنی روح التی بین جنبیه هستن. این نشان دهنده اینه که حضرت زهرا علیه السلام معصومه، حضرت زهرا علیه السلام ملأت ایمانه، حضرت زهرا علیه السلام یک بانویه که دنبال دنیا نیست، و لذا ما این راهبرد رو باید در نظر بگیریم، هدفی که حضرت دنبال میکردن، سایر اهداف رو با این شاول با این تراز وزن کنیم.
بر این اساس فدک یک زمین نبود که حضرت زهرا درخواست میکردن، یه زمین ساده و بحث دنیا. خیلی عجیبه، در اون خطبه به زنهای مهاجرین و انصار حضرت فرمون اصبحت و قالیتا لرجالکم مبغضتا لدنیاکم. آخه دنیا خودش مبغوض هست، اما یه دنیایی هست، دنیای پستیه. خب دنیا خودش پسته، دنیاست، ولی ادون هم هست. این دنیایی که اونا رفته بودن دنبالش دنیا نبود. کسی میاد دعوا میکنه سر یک آسمان خراش، کسی دعوا میکنه سر یک کسی زباله، سر یک پارکینگ. میشنوین دیگه، مثلا سر پارکینگ دعوا کردن، چاقو کشی شد، پارک کردن ماشین، جا پارک. این نمیشه، این دنیا کمه. وقتی اینا رو انسان ببینه، در نظر بگیره، میبینه که سایر فرمایشات حضرت زهرا باید با این تراز سنجش بشه، میزان بشه. اینجور نبوده که بگن به حضرت، بتونن بگن به حضرت دنیا طلب. حضرت دارن آخرت رو میگن، میگن ما میدونیم شما چیکار خواهیم کرد و آخرت هنالکه یخسر المبطلون، و اونجاست که معلوم میشه کی بر حق کی بر باطله. اینجاست، این باز صحبت از معارفه، صحبت از ایمانه، صحبت از عالم آخرته. آقا عالم آخرت نماد ایمانه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. غیب دیگه آخرت، ما ندیدیم آخرت رو. این آخرت یک غیبیه که کسی که واقعا به آخرت ایمان داره، واقعا ایمان به خدا داره. لذا ایمان به آخرت بدون ایمان به خدا نمیشه. یعنی کسی که به معاد ایمان داره باید به خدا ایمان داشته باشه، باید به عدالت خدا ایمان داشته باشه. و همین مطلب رو حضرت در چند جای این خطبه مبارکه بهش متعرض میشن و صحبت‌های پیرامون اون دارن. پس ببینید، تمام اهل بیت علیهم السلام راهبردشون خدایی بوده، اصل خداست، و امیر المؤمنین رسول الله، همه حضرت زیل عابدین اگر خطبش رو ملاحظه بفرماین، حضرت زینب کبره اگر خطبش رو ملاحظه بفرماین. و این مسئله در این خطبه مبارکه حضرت خیلی تجلی داره، و لذا یک مطالب ناب معارفی اینجا فرمودن که کمتر جای دیگه میتونین پیدا کنین. چرا؟ چون که حضرت قرار نبود هر روز خطبه بخونن. حضرت میدونستن دیگه، یکی دو تا خطبه بیشتر نیست، و میخواستم مطالبشون رو بگن. لذا خطبه حضرت خیلی مهمه از جهت معارفی. یعنی ما از اصول دین ما از جهت نصوص خطبه حضرت است، که هم توحید توش هست، هم نبوت و هم عدل و هم امامت و هم معاد. و اگر انسان دقت کنه، سعی در استخراج جواهر و استنباط علم نماید از این خطبه خیلی به جاهای خوبی منتهی میشه. و له الشکر علی ما الهم، مثلا من صحبتش کردیم یادم با رفقا سابقا، همین الهامات الهی. شاید در حسینیتون، حسینی عقیلت العرب، اونجا صحبت کردیم. و ثناء به ما قدم، مثلا شروع خودش کرده به اعطاء نعمت ها قبل از آنی که ما درخواستی بکنیم. بعد وقتی میبینیم دیدگاه حضرت را پیرامون خدا شده، میبینیم حضرت اصلا درست ناراحت بودن از آن چه که شده، و ناراحت بودن برای خود مردم، ناراحت بودن برای دین، وگرنه خودشون به اون معنایی که چون که دنیایی از دست دادن ناراحت باشن نبودن. پس کسی که ببینید این درجه از معارف صحبت بکنه، اصلا این نمیتونه دل به دنیا ببنده. ترجمه فرمایید، یک استاد دانشگاهی که پیرامون مسائل دقیق علمی میخواد صحبت کنه، دیگه ببینیم مسائل مثلا این چیه اون چیه، نمیدونم حالا بیاد سر پیچ، یا مثلا مثلا دعوا بکنه با همسایه سر اینکه ماشین تو اینجا پارک نکن، اصلا اینا رو نمیبینه دیگه. اگه واقعا اونجا دل داده اینا رو نمیبینه،
نمیبینه. و ازا نگاه میکنین که اونایی که در راه خدا کار میکنن خیلی از چیزها براشون پیش و پا افتاده است، مهم نیست، چون دل به خدا دادن. اینجوری هست یا نیست؟ وقتی انسان دل به خدا میده دیگه مهم نیست براش، حالا امروز خسارت کرد، امروز مثلا اینجور شد، یک نفرش فوت کرد، همین دیگه، دل به خدا داده. بله، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فروخته. ببینید شما که ماشین دارین فروختید، حالا این گفته دستون باشه، فعلا خونه ای دارین فروختید، ترجمه فرمایید. میگه فعلا دست، یادم یک حسینیه ای فروختن جاشون، خواستن یک جای دیگه ای بخرن، و اون کسی که خرید میخواست یک تجارت بزرگ انجام بده، رفت یه مدتی گم و گور شد، نه اجاره از اینا میگرفت نه چی، گفتم ولی ما میخوام اینجا فعلا بمونیم، هیچ سراغشون رو نگرفت، فروخته دیگه، دیگه دل به اینجا نمیبنده. ماشین که فروختی تموم شد دیگه، فروختید، خیلی دل بهش نمیبندید. نه، فروختن و در همون عوالم سابق فروختن، در عالم ذر و اشباح و ارواح اینا که حالا دیگه حضرت صاحب العصر و زمان دارن دیگه در اون نامشون که غمنا لکم لا لنا، چی هست عبارتش؟ که ما غنی هستیم به خدا و لذا اصلا ناراحتیمون برای شماست نه برای خودمون. دیدین عبارتش دیگه؟ چرا؟ همین که حضرت دارن ولی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت قبلش به چند خط چی داره؟ و غمونال اگه پیدا کردین بخونیم برامون. کسی ناراحتیمون برای خودمون نیست، ما بی نیازیم، ناراحتیمون برای شما بدبخت هاست که دارین از راه به بیراهه میرین و نمیفهمین چی کار دارین میکنین. پیدا کردین عبارت ها؟ چرا؟ لأن الله معنا لا فاقت لنا الى غیره. چون خدا با ماست، وقتی خدا با ماست دیگه ما نیاز به کسی نداریم. توجه فرمودین؟ این که حضرت زهرا حرص و جوش می‌خوردن برای مردم بود، برای دین مردم بود، برای اسلام بود، نه اینکه حرص می‌خوردن برای خودشون، برای اینکه اینایی که تونستن فدک رو از دست حضرت زهرایی که تنها دختر پیغمبر است بدوزن، خیلی راحت‌تر میتونن بقیه اموال مردم رو و بقیه اموال مسلمین رو بدوزن. همون عبارتی که حضرت سید شهدا فرمودن که حالایی که خون منو میریزید دیگه بعد از آن هیچ تورعی ابایی از ریختن خون احدی و بیگناهی نخواهید داشت، سخت نخواهد، عظیمترین خون رو، پرحرمتترین خون رو ریختید. این زمینی فدکی که نحله رسول الله و زهرا بود، ترجمه فرمایین، اینو ریختید دیگه بقیهش آسونه، سهله. و این کار رو ادامه خواهید داد و این نشون میده که اهل بیت چقدر عظیم هستن، واقعا انس داشتن با معرفت الله، انس داشتن با معارف، واقعا اجری علی السنتهم الخیر، واقعا اینجوریه، واقعا مطالبی که به ما رسیده از اهل بیت علیهم السلام مطالب بسیار والا، بسیار عظیم، بسیار عمیق، که گفتم واقعا اگه انسان بتونه اعتقاداتشو تطبیق بده با خطبه حضرت زهرا
معارفش رو پایه و اساسش رو خطبه حضرت زهرا بدونه، قد نال حظا وافرا، به یک درجاتی خواهد رسید که کمتر کسی میتونه به اون درجات برسه، بشه از فاطمیین در روز قیامت و محشور بشه با حضرت زهرا به اعتبار اینکه اعتقاداتش رو در حقیقت محک زده و صیقل داده بر اساس و پایه خطبه فدکیه و فرمایشات حضرت زهرا. که البته آسونم نیست از یک جهت، چون که یک عمقی داره این خطبه که باید انسان دقت کنه در اون عمقش، و متاسفانه من ملاحظه کردم بعضی که سراغ این خطبه میان، مثل که بعضی که سراغ قرآن میرن با دیدهایی که دارن و بینشی که دارن تفسیر قرآن میکنن، بعضی سراغ این خطبه میان با دیدی که دارن میان تفسیر این خطبه میکنن، مثلا دید فلسفی داره میاد این خطبه رو تفسیر میکنه، معارفی رو به دید فلسفی نگاه میکنه. آن نمیشه، اهل بیت که فلاسفه که نبودن، اهل بیت اولیاء الله بودن، قرآن که فلسفه نیست، قرآن قرآنه. لذا عادتا کتب فلسفه که نگاه کنین ازش آیات درش آیات استفاده نمی کنن. دو مطلب، دو مقوله است. اون جای خود داره، حالا مشکلات خودش هم داره، این معارفه، این تفسیر به ما لا یرضا صاحبه، ترجمه می فرمایین؟ میاد اینجا مثلا و به ستر الاهاویل مسونه به نهایت العدمی مقرونه، میاد به عدم رو بر اساس عدم فلسفی، ستر رو بر اساس ستر فلسفی، یک وحدت وجودی از اینجا داره، نیست اصلا این مطلب. مطالب اینجا یک چیز دیگه است. حضرت زهرا داره میفرمان که خدا پدرم را اختیار کرد در حالی که شما نبودید. حالا با این عبارات قشنگ و زیبا دارم میان، شما نبودید، مخلوق نبودید، کنتو نبیا و آدم و بین الماء و طیب، پیغمبر بودم در حالی که آدم بین گل و لای بود، بین گل و آب بود. اینه. چرا؟ چون که میدانست خدا. میدانست چی رو میدانست خدا؟ میدانست که اگر خلقش کنه این بهترینه، بهترین عمل کرد رو خواهید داشت، روز از اول اختیارش کرد. حالا یه مقدمه تا بعد. صلی الله علی محمد.